تفنگ‌های شکاری آمریکایی در دست سربازان ارتش افغانستان. تکتیراندازان افغان چند ماهی است که در حال فراگیری استفاده از مدرن‌ترین جنگ افزارها زیر نظر مربیانشانند. اصلا ورسی کده اینا سالا بسیار با امریکا سالا ناتو ایم 16 بسیار برای ما خوب است، به خاطر از اینکه هدفم خوب دقیق میزنه، ولی به خاطر از اینکه این سالا بسیار برای ما صبح کس راحت هستیم، به خاطر از این سالا برای ما خوب است از وزنش، از سالا که بسیار سبکتر است، بسیار خوب سالای اوتومات است برای ما. به زور این تانک هاست که سربازان ارتش نوپای افغانستان روحیه رزمی پیدا می کنند. انتقال مهارت های رزمی به این نیروها مأموریت سختی برای مربیان آمریکایی و افغان است. اگر نیروهای خارجی می خواهند آبرومندانه از افغانستان خارج شوند، راه جز تقویت این سربازان ندارند. قطعات قول اردو به شکل بسیار منظم است و سربازای ما هم هر نوع پروگرام درسی که داشته می باشیم ما برشان درس می دیم و بازم از پیشان پرسان می کنیم، فهمشان و دانششان خوب است. در ابتدا که اسلحه آمد همراه اسپیشال فورس ها استاد آمریکایی بود، با ما درس دادن و مال بسیار براحتی هر سرباز ما میتونه که بسیار براحتی از این سلاحات استعمال کنه. تا 10 سال پیش تمامی تجهیزات نیروهای امنیتی افغان روسی بود. جایگزین کردن این سلاح ها با نوع آمریکاییش به سرعت جریان دارد. حالا بیش از 90% جنگ افزارهای قول اردو یا سپاه 203 تندر سلاح استاندارد ناتو است. دشمن نگاه رویارویی جنگ توان نداره، صرف نمی با منگذاری ریموت کنترل و یکان عملات انتحاری را اینا انجام میتند به مقابل ما. قول اردوی 203 تندر ارتش افغانستان بیش از 16,000 سرباز دارد. سربازانی که مسئولیت دارند امنیت ولایت پکتیا، خوست، پکتیکا و غزنی را تأمین کنند، ولایاتی که در ناآرامترین منطقه افغانستان قرار دارند. این نیروها وظیفه بسیار مهمی در مبارزه با شورشیان در ولایات جنوب شرقی افغانستان به عهده دارند، چون ولایت خوست و پکتیکا که در عقب این کوه‌ها قرار دارند مرزهای طولانی با کشور پاکستان دارند و شورشیان به راحتی میتوانند در دوسوی مرزهای دو کشور رفت آمد کنند. علی سلیمی، BBC، پکتیا.